در مورد قانون شما تو مسائلتون صحبت فرمودید، من یه گام میرم عقب‌تر. متاسفانه یک واژه‌ای در فرهنگ عامه و فرهنگ سیاسی ما بد جا افتاده و امیدوارم از اون شروع کنم. قانون اساسی در آغاز کار، حالا اومدن این دیدگاه در دوران مشروطه و قاجار، اتفاقا کسانی که اولین بار این ترجمه یا اون ترجمه مختلفی کرده بودن، واژه قشنگتری به نام حقوق اساسی به کار می‌بردن. در گذر زمان این واژه، حالا نام خواستن فارسیش بکنن یا هر چیزی، یا تغییرش دادن، تبدیل شد به قانون اساسی. و حالا از دید خودم دارم اینو عرض میکنم و مسلما دوست دارم جناب آرام گرامی هم نظر خودشون در زمینه بگن. واژه حقوق اساسی خیلی واژه مناسب تر بوده، چون اگه به گذشته و تاریخچه این کانستیتوشن، یعنی حالا واژه کلمه قانون اساسی، حقوق اساسی نگاه کنیم، میبینی که در برهه‌ای از در گذشته های دور تا چند صد سال پیش حکومت های مطلقه وجود داشتند، حالا پادشاهی یا حکومت پاپ به عنوان رهبر کلیسا و رهبر امپراتوری روم مسیحی، یا هر باور دیگه یا هر شکل دیگه، یعنی یه سری حکومت های مطلقه بودن که به مردم به عنوان رعیت نگاه میکردن. حالا طبقات اجتماعی مختلفی هم ممکنه داشته باشن و این طبقات اجتماعی شامل مثلا دوک ها و کنت ها و حالا چیزهای مختلف، حالا در ایران خان و خانزادگان این حرف ها بوده و آخرش که پادشاه و خاندان. جامعه اروپا که دیگه یواش یواش از اون حالت خارج میشه، اینو نمیپذیره، میاد به این حکومت ها فشار، به تمام حکومت اروپا فشار میاد. تا حد انقلاب همه حکومت ها اروپایی تقریبا رفتن. بعضی از حکومت ها مثلا انگلیس، وقتی جنگ به همین جنگ بین پادشاهی خواهان و حالا موقع جمهوری خواهان پیش میاد، به شکل میشه که مثلا پادشاهی آن زمان انگلیس قبول میکنه که به شهروندان دیگه رعیت ننامشون، شهروندان حقوقی عطا کنه، یعنی حقوقی که شهروندان از اون حاکم خودشون طلب میکردن رو با تلاش و کوشش به دست میارن، به این شکل میگن اوکی منو کنار نذارید، حکومت من میشه مثلا مشروطه و به یک سری حقوقی که شما طلب دارید و میخواید از منو به شما دادم میدهم. چه نتایجی در خیلی کشورهای پادشاهی در اروپا افتاد. در بعضی از کشورها مثل فرانسه، مثل روسی و بقیه که انقلاب در حدی که اصلاح نپذیرفت، مثلا حاکمیت اصلاح نپذیرفت و سقوط کرد و کلا مردم خودشون اومدن بر اساس باورهای آن زمان خودشون یک سری حقوق اساسی برای خودشون در نظر گرفتن. اگر هم دقت کنید، حقوق اساسی در این کشورها چند تا بیشتر نیستن. حق آزادی بیان، حق دین با داشتن باور، حق آزادی حال دین و حالا بستگی داره کدوم کشور بوده، 20-30 حق برای شهروندانشون. نگاه کنید، هر شهروند حق دارد فلان باشه، هر شهروند حق دارد بیسان باشه. در قانون اساسی آمریکا میگه، نگاه کنید که یکی از همین قدیمی ترین قوانین اساسی، حقوق اساسی مندرجه هستش، همین شکل وجود داره. مثلا حق، حالا حقوق به شکل های مختلف مطرح میشه، حتی مثلا یکی از حقوق حق میشه حق داشتن اسلحه. خب میبینید این حق رو برای شهروندان، یعنی شهروندان از خودشون این حق رو قائل هستن، از حکومت آن زمان خودشون مطالبه کردن، حالا این حق رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن بحثش رو حالا میذاریم کنار. و اون زمان که داشتن این قانون و حقوق رو مینوشتن، پذیرفتن که شهروندان، هر کس که شهروند این محدوده جغرافیایی هستش، چنین حقوقی رو داره، حق انتخاب محل زیست، حق انتخاب فلان. و همش نگاه کنید، اگر حتی قانون اساسی خودمون نگاه کنید، میبینید که توی بحث از حق میشه، با اینکه اسمش رو گوشیم قانون، ولی قانون اساسی، ولی صحبت از حقوق میشه. من فکر میکنم اگر بیایم برگردیم به جایی که کلمه قانون رو به کار ببریم، کلمه حقوق رو به کار ببریم، بهتر باشه. چرا؟ چون قانون همیشه این حس رو داره که در از قانون چیه؟ قانون چیزهایی است که حکومت‌ها بر اساس اون حقوق اساسی و بر اساس صلاح دید و اینکه چگونه میخوان جامعه رو پیش ببرن، به عنوان یه سری دستورات از بالا به پایین داده شده. دقیقا نکتهش اینه، حقوق از پایین به بالا رفته، قانون از بالا به پایین اومده. و برای همین من واژه قانون به کار نمیبرم، به خاطر اینکه قانون نشأت گرفته از حقوقه و تا ما نخواهیم بدونیم و نخواهیم بفهمیم که
به عنوان یک شهروند در یک کشور حالا فعلا که آزاد نیست، ولی در یک کشور به عنوان شهروند در یک محدوده مرزی مشترک ما چه حقوقی رو میتوانیم داشته باشیم، چه حقوقی رو داریم، چه حقوقی میتوانیم داشته باشیم و برای رسیدن به اون حقوق چه کاری باید بکنیم. وقتی چنین حقوقی رو ما درک کردیم میتونیم اون موقع از اون حکومتی که در پس از رسیدن به اون به دست آوردن، یعنی حق دادنی نیست، حق گرفتنیه، به دست آوردن، وقتی به دستش آوردیم حقوق رو، آنگاه بخوایم تلاش کنیم که اوکی، یعنی اون دولت‌هایی که خواهند اومد وقتی که این مسئله حقوق همه شهروند را قبول داشتن، قوانینی بر اساس اون حقوق نوشته خواهد شد و این قوانین میتونه قوانین مدنی باشه، قوانین اجتماعی باشه، تا حتی قوانین ساده‌ای که در روزمره استفاده میشه. این حالا من نمیخوام بحث طولانی کنم، همینجا بخوام تمومش کنم که گفتگو انجام بشه. تنها نکته که آخر باقی میمونه اینه که مثلا یک مثال هم بزنم و من تمام کنم. مثالش حق داشتن آزادی حجاب. ما در آزادی پوشش بگیم اسمش، ما در گذشته وقتی که انقلاب شد 45 سال پیش چنین حق مسلم میدونستیم، همه فکر میکردن حق مسلم آدم ها، آدم ها که همه دارن با هم چادری بدون چادر، روسری دار بدون روسری، بی حجاب، همه داریم با هم انقلاب میکنیم و داریم حکومت رو برکنار میکنیم و یک حکومت جدید میاریم. و ولی چون این حق ریشه‌ای و در درون مردم نبود و ما به راحتی حتی به دست آوردیم داشتیم مثلا، حالا این حقو شاید اگه بخوام دقیق بگیم رضا شاه و شاه برای ما به زور، حتی از بالا به پایین، بالا به زور بگیم یا نه تو واژه درستی نیست، ولی به ما داده بودن و ما حق به ما داده بودن و ما اصلا براش جنگی نکردیم، براش کاری نکردیم، این حقمون رو میدونستیم، حق مسلم رو میدونستیم. وقتی که حکومت جمهوری اسلامی یه ذره بعد از یک دو سال قدرت گرفت و تونست خودش رو جمع جور کنه و شروع کرد روی این مسئله فشار آوردن، خیلی از خانم‌ها مسلماً جنگیدن براش، رفتن راهپیمایی کردن، ولی چون اون حق به صورت یک طلب اجتماعی، به صورت یک خواسته اجتماعی نبود و به ما عطا شده بود و ما قدرش رو درست نمیدونستیم، به راحتی از دستش دادیم. و زنان ایران بس 30 سال 40 سال می جنگیدن و مخصوصا در این دوره آخر واقعا رخ به رخ و حتی چنگ و دندان به چنگ و دندان حکومت بیستن تا این حق رو طلب کنن. و جالب اینجاست از دید من، البته الان که این حق طلب شده، حق آزادیه، نه که حالا بی‌حجاب بودن، نه، حق آزادی پوشش، حتی انتخاب پوشش، الان که تا یه حدی در جامعه ما امیدوارم بمونه، البته با تلاش فراوان زنان و البته مردان در کنارشون، و مردان هم بودن در کنار این زنها ایستادن، در کنار خانمشون وقتی بی‌حجاب بوده و به توهین می‌شدن وایسای بدن زن من به تو ربطی نداره و غیره، ولی در اصل باید بگیم خانم‌ها این حق و زنان ایران با خونهایی که ریخته شد، با کشتهایی که داده شد، با زندانهایی که رفته شد، آزار و اذیت جنسی و جسمی و همه چی و پافشاری فراوان از دست حاکمیت کشیدن و به عنوان یک حق مسلم کرد، مطرحش کردن و گرفتنش و طلب کردنش. در فردای آزادی ایران این رو ما به عنوان یک حق اساسی حتما یک جایی خواهیم نوشت و خواهیم داشت و اگرم بنویسیم ننویسیم به عنوان یک حق برای شهروندان خودمون قائل میشیم، چون اینو ما خودمون براش تلاش کردیم، به ما عطا نشده، به ما داده نشده. این مثال فقط خواستم بزنم که فرق اون داستان حق و قانون مشخص بشه و اینکه عقبه تاریخی که ما یک قانون اساسی ساختیم با کپی از فرانسه و بلژیک و فلان، تفاوتش با اون کشورهای غربی که خودشون مردم به پا خواسته بودن برای رسیدن به اون حقوق، حالا با توافق با دولت اون موقع مشروط پادشاهی ایجاد کردن یا ریختن پایین جمهوریش کردن، یک تفاوت اساسی تاریخی ما داشتیم که ما برای این حقوق خیلیشون نجنگیدیم، ما فقط برای یک ایدئال آزادی رو جنگیدیم، فقط یک یا دو ایدال یا دو سه حق رو میشناختیم و باقی حقوق رو یا بهمون عطا کردن یا فقط رفتیم کپی کردیم و استفاده کرد.